آیا پند برای عضوهاش برنامه های تبلیغاتی داره که بتونه پروموت کنه اعضای خودش رو؟ بله، ما سایت داریم به نام pandsociety.com یا .org الان هست. تمام اعضا در اونجا سایتی دارن و پیج دارن و میتونن پیج خودشون رو لینک بکنن به اونجا، و همچنین ما در به مزی که بتونیم اون نان پروفیت اورگانایزیشن خودمون رو به ثبت برسونیم در میدیا خواهیم بود، و کم همین الان در حال حاضر در سایت های دیگه پند سوسایتی رو داریم تبلیغ میکنیم که از اونجا میتونن لینک بکنن به سایت افراد تک تک اعضای پند. خیلی ممنونم، مرسی. امیراللهیجی هستم در کنار جناب فرزاد. خیلی خوشحال هستیم که به عنوان اولین میدیا فکر میکنم تونستیم در خدمت شما بینندگان باشیم و گزارشی تقدیمتون بکنیم از پند سوسایتی، تا اینکه متخصصین ایرانی و همچنین مردمی که در لس آنجلس، در ایالت‌های مختلف، در امریکا و شما بینندگانی که از همه جای دنیا در تلویزیون پن ما رو دارید نگاه میکنید، همچنین از تلویزیون اینترنتی جاودان در جریان چنین حرکت متخصصانه و حرفه‌ای قرار بگیرید. با ما باشید در ادامه برنامه. دکتر محبی، آقای شهیدی، خانم هروی، آقای فرزاد، آقای قهرمان، خانم هروی، دکتر یارمو، دکتر محبی، خانم دکتر، میخوام از حضورتون بپرسم که چه منافعی داره یک شخصی بخواد بیاد عضو پند بشه؟ به نظر من یکی از گروه های خیلی خیلی خوبه ایرانی هستش که الان در اینجا فعالیت داره. من میبینم که پروفشنال ها در رشته های مختلف جز این گروه هستن و واقعا اون چیزی رو که باید هدف یه ارگانیزیشن نتورکینگ از نظر نتورکینگ باشه، من فکر میکنم اینجا انجام میشه و از این نظر فکر میکنم خیلی موفق باشه. به اضافه این که یه گدرینگ با یه اشخاص خوبی که از مشاغل همدیگه با خبر بشیم و بتونیم و همدیگه بیزنس بدیم و بیزنس همدیگه رو ساپورت بکنیم. ما 7 نفری رو که اینجا بیشترین تعداد رای رو آوردن اعلام میکنیم. آقای دکتر محبی با 29 رای، آقای دکتر یار محمدی با 29 رای، آقای امانالله قهرمان با 29 رای، آقای فرزاد با 28 رای، خانم هروی با 28 رای، آقای شهیدی با 20 رای، آقای جمالی با 17 رای. کسایی که اسمشون نخونده شد، خونده نشد، به عنوان رزرو میمونن در اونجا و we have work with them to do. They're not off hook. ولی فعلا شما در مورد قضیه هستید تا خبرت کنید. بفرمایید میز یک اون بر ما تا 5 دقیقه بعد. خب میخوایم در خدمت جناب امان الله قهرمان باشیم. شما دارین کجا میرین قربان؟ انتخاب شدی؟ بله بله بله. احبم. تبریک میگم بهت. قربون شما. خانم میناس، چه مدت هستش که عضو پند هستم؟ من از اون موقعی که شروع شده عضوش هستم، نزدیک 2 ساله. رشته کاریتون چیه؟ من درس یاد میدم، درس تانگو یاد میدم و تور میبرم به بونس آیرس، آرژانتینا. چه جالب. خب پس در یکی از برنامه های تلویزیونی ما احتمالاً با ایشون میتونیم همکاری جدیدی رو آغاز بکنیم. خب بفرمایید ببینم که در این مدتی که به هر حال نزدیک 2 سالی میشه که عضو پند هستم، پند برای شما چه منافعی داشته؟ پول منافع همچین تأثیری داشته تو بیزینس؟ دفنیتلی. برای من خیلی جالب بوده چون من تونستم با خیلی از آدمای تحصیل کرده ایرانی باشون آشنا بشم و این it's a blessing. داشتم رأی قسمت دومو میدادم برای پرزیدنت
سکرتری اند تریژر. قسمت اول چه اتفاق افتاد در نهایت؟ قسمت اول از تعداد نماینده هایی که بودن به مدت 10 نفر بودن 7 نفر انتخاب کردیم. الان سه نفر اصلی هیئت نماینده رو بعد انتخاب بکنیم. اجازه بدید؟ بله، خودتون هم لطفا معرفی کنید. ژاکلین هستم از کمرشال تراول. به به، کمرشال تراول. بسیار عالی. خیلی خوشحالیم که با چهرهتون آشنا شدیم، چون خیلی ها اسم شما رو میشنیدن ولی شاید چهرهتون رو ندیده بودن. سپاسگزارم. قربون شما. در خدمت یکی دیگر از اعضای پند هستیم. سرکار خانم، خودتون رو معرفی بفرمایید، خواهش میکنم. من شهلا بهارلوس پهبودی هستم. حدوداً مدت یک سال خورده ایه که با انجمن پند ممبرش هستم و فوق‌العاده راضیم. نه تنها شخصاً، یه تعداد بسیار دوستان بسیار خوبی پیدا کردم توی این توی ممبرا و در ضمن از نظر کاری هم خیلی برام مثبت بوده. و سوال من این همین بوده خانم بهارلو، که چه منافعی برای شما داشته در این مدتی که عضو پند بودین؟ بنفیتی، منافعی براتون داشت؟ بله، من از چند نفر عزیزان ریفرالای خوبی گرفتم و در ضمن یه خلوص نیتی که توی همشون میبینم واقعا منو بیشتر و بیشتر آغشتشون میکنه، چون همه با جون و دل واقعا میخوان به همدیگه کمک کنن. شما مشغول قهوه خوردن بودیم، مزاحمتون شدم، ببخشید. واقعا لطف میفرمایید خود مرسی میگفتم میارم مرسی لطف فرمایید خودتون رو معرفی کنید. من فریبا پاکفر هستم. خانم پاکفر، چه مدت هستش که عضو پند هستین؟ اتفاقا من یکی از عضوهای خیلی جدید هستم. از کی تا حالا؟ این دفعه دوممه اومدم و واقعا یکی از بهترین ارگانیزیشن های ایرانیه که اومدم و تو چند تاشون قبلا بودم که خب اسم نمیارم، ولی از نظر اینکه اینا تمام کانسنتریشنشون اینه که بین ایرانی ها بیزنس ها رو بین خودشون نگه دارن به جای اینکه بیرون بدن، این مسئلهش برای من خیلی اهمیت داشت. خیلی ممنون از پارک.